خب همونطور که میدونید فلیم شعله بندا شوزن رد ها لوزن داشت لفظان اوزن سستیم گلی میگی پشمام هوزدت حالم پسته زهور یوز یوزون به شه. خوش اومدید به ویدیو دیگری از سری ویدیوهای تیستر میوزیک تیستر محبوبتون. ممنونم فرشاد فور لایف. توی این ویدیو ترک جدید هیروسینا پوبون و هودادکار رو با هم دیگه قراره بشنویم. اول از همه ممنونم از هیروسینا و هر کسی که اون پشت پرده باعث شکل گیری این همکاری شده، چون من هودادکار و پوبون رو روی یه بیت فکر نمی کردم هیچ وقت بشنوم، به خاطر ولش کن ولی آره فکر نمی کردم این دو نفر رو با هم دیگه بشنوم روی بیت. اول از همه از این خوشحالم، دوم از همه بسیار خشمگینم. بسیار سوالی که بابت چی؟ بابت کاور. ولش کن بیا جلوتر صحبت کنیم راجع به کاور. فعلا علال حساب اینو بگم که یه سری لینک تو دیسکریپشن از جمله لینک موزیک و لینک بقیه کانالایی که من توش یه نقشی دارم، چه 3% چه 90%، و اگر فورگنگاتون رو بچید تو کامنت از دیوتی به عنوان یک وظیفه بریم راجع به کاور یه پادکست داشته باشیم، بعد بریم سراغ شنیدن موزیک. خب اسم ترک سیگارای ته قرمزه. من نمیدونم از کجا شروع کنم، البته که نهایت احترام همیشه برای همه آدمای دنیا، ولی برای آدم ها احترام قائلم نه برای کارهای بعدشون. حال من کاری ندارم که مثلا از سازنده بگیر تا تایید کننده نهایی تا حتی پوبون و هوداد یه نظری راجع به کاور مثلا نمیتونستم بدن، که آقا اسم مثلا پوبون که اینقدر هویت بصری جذابی داره به عنوان یک شخص و به عنوان یک آرتیست، مثلا این سانکلودشو میری نگاه میکنی عشق میکنی اینقدر خوشگیر کاورش، چطور قبول کرد اسمش بغل همچین کاوری بیاد؟ حاجی از فونت شروع کنم من؟ آقا فونت رو نگاه کن، قرمز رو با رنگ قرمز نوشتیم کلیک بیت. واقعا تامنیل های من رو نگاه کنید، بعد این کاور رو نگاه کنید، بذارید کنار هم. نقاشی بیکشک بود من کشیدم، اون رو نگاه کنید، بذارید بقل دست این کاور. کاور به نظر من حتی تبلیغات خوبی هم نیست، یعنی ما تبلیغات داریم، سرگرمی داریم، آرت داریم دیگه، تبلیغات خوبی هم نیست. تبلیغات فرق عمدش با آرت چیه؟ اینه که برای هدف مشخصی ساخته شده که به تو یک پیغام خاص برسونه، که مثلا سایپا مطمئن، مثلا امرسان جادار، زیبا جادار مطمئن امرسان، سنام فراتر از یک نام. اینا تبلیغ و هدفشون و پرپسشون اینه که به تو یک چیز مشخص رو برسونن. به نظرم این کاور یه تبلیغ بده، این آرت ورک و اینه که هیچی، یه تبلیغ بسیار بد که هر چیزی که اسم ترک ما تو کاور باید نشون بدیم. و اصلا اون فونت ها فاجعه امثال، اون فونت خیلی بده فونتش. عشق منی دا اگر ناراحت میشید من بوس و بغل و نمیدونم کاکتول از دل درار رپ فارسی رو بیارم و اینا، ولی لطفا سافت اسکین نباشین، تین اسکین نباشین. کاور بده واقعا، یعنی اصلا شخصی برداشت نکنید، من با کسی مشکلی ندارم. دوباره یه سیری داره راه میفته که مثلا من میگم آقا فلان کار بده، همه میگن داش تو مثل اینکه ما مشکل داری، بابا من چرا وقت تو رو ندیدم تا حالا باید مشکل داشته باشم؟ یه خورده مثلا پردازش میکنه آدم، بعد تهمت میزنه دیگه. قبل تو مرحله پردازش رو نمیشه حذف کنی، فقط دهن رو باز کنی. بده، کاور بده. خودتون آدمای گلی هستید، من دوستتون دارم، قلب من قربان کسایدم، قربان اونم گاداونا رو. کاور افتضاح. اینم پایان پادکست ما رجبه این آرت ورک. بریم به امید اینکه ترک اصلا شبیه آرت ورک نباشه. دنیا رو گذاشتی برا عشق تو گذاشت، کارتون بالانس خوب نی، لوز میدن اپان فوری. راستی پروزه پوبون گیتار استم هم داریم. آخ جون متریکال گیتار زده و نمیدونم، خیلی وحشتناک وضعیت، یعنی حتی نمیشنم، یعنی کسایی که دارن موزیک تولید میکنن من احساس میکنم نمیشنون، فقط تولید میکنن. آقا یکی کسی گفت که سعی کن بیشتر پرودوسر کانتنت باشی تو کانسیومر، تو باید تا یه حدی کانسیوم کنی که بتونی پرودوس کنی دیگه. مگه میشه این همه ملودی گیتار، این همه موزیک؟ آقا موزیکا کمه، کم داره موزیک بیاد، همش گیتار شده. صداهای ریورس شده. طاقتشو ندارم
گوش بدتر از کاورم هست تو. فاز فابریک بودی خواستی پابلیک شد چی ساختیم شد تهش تاکسیک بیب نیستنه شد روتین تموم شد همه چی به نیستنت؟ از قصد گفتی دیگه برو کیرمو نکن سینا داداش داداش کیرمو نکن از قصد گفتی من این میشه مگه من میدونستی و گفتی دیگه نیستنتو نه باور نمی کنم که ندونی نیستنت غلطه ساختیم شد تهش تاکسیک بیب نیستنه شد روتین تموم شد همه چی به همین زودی رفتارات شد مودی دستام تنهایی میره جیبه بودیم شدی ازم مثل سایه رد قلبم و پیش خود تاق زدم با یه سنگ تو هم اگه جایی رفتی مثل سایه رد قلبم و پیش خود تاق زدم با یه سنگ کنم تازم تو هم اگه جایی رفتی بگاهی رود نیست دیگه بیاد پیشت با یه زنگ نمی کنم دیگه شعبت فکر نمیخوام بیاد حتی اسمت اسمت رسیدیم با هم تای قصه قصه فیکه. فیکه گاهی وقتا یادت بیاد حرفم وقتی من قافیا به شدت ضعیف واجی قافیا ببین من مثلا گیر نیستم بگم قافیای باید 28 تا سیلاب باشه نه قافیا باید نرم و بجا و باحال باشه مثلا هیپاپولوژیست اسطوره تک قافیه و مثلا دو سیلاب قافیه زدنه ولی مثلا قافیهش باحاله حرف رو پیش میبره شعر رو پیش میبره کاش شعر حداقل جوری بود که من از نظرم رو قافیه جلب نمیشد اون تا انقدر هیچی نداشت شعر دوست داشتند فیک قلبم سنگ شده و فلان یه سری تعابیر پر استفاده ای برای بیان یه سری احساسی که بیان یه سری احساس که زیاد از صحبت شد ببین پر استفاده ترین موضوع و کانسپت تو دنیا برای موزیک عشق برای هنر اصلا ما کلمه میوز رو داریم میوز یعنی چی یعنی انگیزه شکلگیری هنر یه افسانه داره که میگن مثلا دختر هرکول بهش میگفتن میوز داره حالا کار نداریم میوز میشه اون عشقی اون مثلا معشوقه ای که باعث انگیزش تو میشه باعث چی میگن دگرگونی تو میشه و تو اون دگرگونی رو میاری یا روی بیت یا روی بوم یا تئاتر میسازی ازش یا شعر مینویسی ازش یا فلان خب پس از یونان باستان تا الان یکی از بزرگترین انگیزه ها برای تولید هنر عشق بوده از عشق خوندن پر استفاده ترین مفهوم ممکنه خب حالا اینکه تو پر استفاده ترین مفهوم ممکنه پر تکراری ترین موضوع دنیا بیای عبارات تکراری هم استفاده کنی واقعا اذیت کننده است یادت ملودی گیتار که باز زیادی پر تکراره توی این سب ترک ها اینا کار نداریم حداقل امید من به عبارات به تشبیه ها از امیدم این بود که مثلا کلمه بی بود تو قافیه نشتم و امیدم این بود که قلبم مثل سنگ شده رو این تعبیری که 1500 میلیون بار استفاده شده رو نشتم و امیدم این بود که مثلا کلا استتیک همه چیز به نظر من چیزهای پرتکراریه نمیخوام بیاد حتی اسمت رسیدیم با هم تا قصه بازم سوای احترام و لاو و همه اینا فهمیدم دوست داشتن تای فیکه گاهی وقتا یادت بیاد حرفم وقتی مست بودی کی با دف زد رفیقام میگم بگی چپ همه این درد و عشق ازت میسازن مرد شدی از توی قلبم فید دیگه نیا سمتم هی خاطره ها رو نکن حبسش بی رنگینه مثل یه نخت قرمز بودی حبس تو سینم مثل این سیگارای تق قرمز چه کورس کچی بود صدای توبون عجیب از افسانه ها اومده و به افسانه ها میره من نمیدونم تو این دنیای کثیف ما چی کار میکنه صدا رو نگو به جونم ما با دروغ نمیگم که شما الان میگید هایپ علکی و فرنه دادش دوندون کرد منو صدای توبون تو کورس پدر تماس بگیرم خدمتت دستام رو دنده هاتم من دنده خور دنده هاتم کیه رو قتل عام کرد واسه اونا زهری واسه من یه بازر یه فرشته بیبال میخوام من اینجام تراپیست بیبال داریم ولی فرشته نیست داش زهری واسه من یه پادزه یه فرشته بیبال میخوام تو من اینجام تراپیست میخوام چی کار کی باید بگیرم یکم سیگار خود خودت وست یو به پارتی باکس وفاداری مهم اما کجاست اشمنی پاپ هد تو راکن رول و راک هد همو شریک جرمم این اتاق فکر ولی دوست ندارم کنم مدام چکه اون بررسی سلیقه های موسیقی اون وسط در راستای چه هدفی بود وست یو به پارتی باکس آها وست یو به پارتی باکس
این بیت آخه این وسطه، وفاداری کجاست اما کجاست، وفاداری مهمه اما کجاست عشق. ولی اگه این بیت نبود مثلا این بیتو حذف کن، بیت قبلیش و بیت بعدیش رو به هم دیگه وصل کن، میشه چی؟ میشه وصل شو به پارتی باکس، من هیپ هاپ هدم تو راکت، یعنی سلیقه‌م نیست موزیکات، سلیقه تو هم نیست موزیکام، ولی تو راکن رول راکت همو شریک جرممی اتاق، ولی شریک جرممی اتاق فکر، کاری میخوام کنم مشورت میدی بهم با اینکه صدیقت چیز دیگه است. فیک ولی دوست ندارم کنم مدام چک. ببین اگه صفحه چتان تایم نمیام، دورم افتابی وای سانشاین زیاد، مای لوف زدم تو وان با چتان تایم نمیام، دورم افتابی وای سانشاین زیاد، مای لوف زدم تو وان با تکیلا بوختم زدم پیکاپ لاین نمیخوام. حتی اگه یه روز شد یه بار کد اگهش دست دراک داد تو اینو کوتاس مسکراپ تو به این میگن تعبیرهای جدید، نه یه کلمه نه یه چیز رو. ببین راجب سیگار کشیدن، سیگار رو مثلا من تونیستی سیگار میکشم خیلی دود میزنم و اینا، مثلا اینم حتی ایست پر استفاده است، ولی همونم حداقل با زبون خودش بیان کرد هودات. و کلا تعابیر جداست، یه داره میگه مثلا سلیقه هم متفاوته ولی باز اتاق فکر همینی. میگه چی میگم، مثلا از قلب سنگ شده بعد از تو، از همین چیزهایی که تو ترک های پاپ فارسی زیاد میشنویم. یکی دلیل غیر قابل گوش دادن موزیک های پاپ فارسی برای من مثلا همون عبارات پرتکرارشونه دیگه. جردن و من عمق خاطرات صفر کن منو پس، اصلا از هیچ چی خبر ندارم چون آیندم یه فیلم اسپویل نشده است. تغییر بز بمون تا تش و بریم میشه تخصه یه طاقتشو ندارم میدونی دردشو حاجی گوش کنید، یعنی یه صحبتی دارم با تون. خب چی میخواستم بهتون بگم؟ یه نکته طلایی که خیلی گفتم قدیم ولی دوباره میگم به خاطر اینکه دوباره تکرار شده. ببین فیت زودهنگام با آرتیست بزرگ سراسر ضرره. تو اگر نتونی استایل خودتو قبل از اینکه با یه آرتیست بزرگی مثل پوبون، بعد با یه آرتیست هات مثل هوداد، قبل از اینکه با اینا فیت بدی، ترکت با اینا بیاد، کلات با اینا بیاد، خودت به سطحشون نرسی، ورست فقط اسکیپ میشه. خب یعنی تو برای اینکه اسموت پیش بره اون کلابریشن، برای اینکه شیمی خوب در بیاد، برای اینکه یه دست باشه، برای اینکه یهو مثلا اینجا نباشه ورست، بعد کورس بیاد اینجا، بعد ورس هوداد ترکو برسونه به اوج، بعد دوباره کورس پوون به ترکو ترکو، ولی وقتی میخوای دوباره گوش کنی ورس خودت دست انداز نباشه تو ترک، به نظرم باید یه استایلی خودت باید دیولوب کنی کار خودتو. یه خیلی به نظر من چند تا که از این آلبوم شنیدم از آلبوم رپستار، کلن جذابیت آلبوم رپستار، بازم میگم عشق و علاقه و ریسپکت و اینجا به کنار، من دارم راجع به موزیک صحبت میکنم و بینشم و چی میگن زاویه دیدم به موزیک. خب آلبوم رپستار فعلا تا اینجا مثلا 6 تا ترکش اومده و برای من چیزی جز دلیلی برای کنار هم قرار گرفتن یه سری اسم بزرگ نبوده. یعنی هیروسینا به نظر من توی این آلبوم نقش با این همه زحمتی که کشیده کمترین کردیت به خودش میرسه، کمترین اعتبار به خودش میرسه، کمترین کلاود به خودش میرسه. طبیعی هم است به خاطر اینکه به جای اینکه استایلش دیولپ شه، به جای اینکه جا بیفته، شبیه خورش چه جایی افتاده است، صرفا یه سری کلمه به هم دیگه میچسبونه و قافیه میکنه که کلمه ها بی‌معنی نیست، ولی نه سس داره، نه طعم داره، نه دلیوری خاص خودشو داره، نه فلوهای خاص خودشو داره، نه کیدنس های خاص خودشو هنوز داره، نه ایمیج به نظر من جذابیه، این تصویرهای AI جنریتد آدم فضاییه. میگم چی میگم، اینجوری تنها پوینت مثبت آلبوم میشه اینکه آخ جون پوبون و هوداد روی یه بیت، خیلی هم طول نمیکشه که ورسه هیروسینا رو از روی این ترک وردارن و بدون ورسش آپلوچ این من اومه رو احتمالا بیشتر از این ترک هم ویو بخوره. همینه، دست اندازی ایجاد کرده بود به نظر من ورس هیروسینا، یه تفاوت کیفی خیلی دیگه زیاد بود تو ترک مثلا رضا پیشرو، بازه خورده مثلا معمولی بود تو ترک پازل، باز خیلی مثلا اسموتتر پیش رفته بود همه چی. اینجا اصلا به نظر من دست اندازی ایجاد کرده بود، اما در نهایت عشق است که میماند و گر مرد سفر عشقی شیر رهی، یه ضرورت بود شیر توش بود، عشق بود سفر راه.
اونو اینجا یکی بخونه از زبون من. دوستتون دارم، هوار هوار، دلم واسه تون تنگ شده، رپ فارسی خلوت شده، من دلتنگ، یه مقدار درگیرم، درگیری رو برطرف شه میام با هم دیگه مووی ریویو میکنیم، اصلا با هم بازی میکنیم، اشغال. لایک و دیسلایک و فورگنگ تو کامنت و نظر راجع به موزیک، نظر راجع به ویدیو، نظر راجع به حرفایی که زدم، همه چی تو کامنت، یادتون نره اظهار وجود کنید تو کامنت. ساب کن بی ساب، نه شوخی کردم، بل به منید، سابسکرایب کنید اگر دوست دارید ویدیوهای کانال رو، و مواظب خودتون باشید. روزی 1.5 ساعت الی 2 ساعت برید بچه آوتدور. من با نمبر 1 آی داکتر داشتم، من باهاش صحبت نمیدارم، داشتم پادکستش رو گوش میدارم، میگفت هنوز نمیدونیم دلیلش چیه، ولی بررسی ها نشون داده که روزی 1.5 ساعت الی 2 ساعت بیرون از خونه بودن، البته با ترجیحاً با عینک دودی اگر آفتاب شدیده و اذیت کننده است، برای سلامتی چشم بسیار مفیده. و نکته 2 این که شما برای صبحونه اگر بعدش قرار نیست ورزش سنگین کنید، من خودم بعد از صبحونه میرم باشگاه، به خاطر همین از این قائل مستثنم، ولی اگر قرار نیست ورزش خاصی کنید، خیلی به نشسته و کربوهیدرات صبح نیاز ندارید، ظهر و شب و عصرونه و اینا چرا، ولی صبح کربوهیدراتتون رو کمتر کنید، میرونید تو ادامه روزتون و انرژیتون تا ویدیوی بعدی. فوزن کربوهیدرات میشه مثلا نون و اینا، نون ما صبحونه میخوریم، خیلی نیازی نداریم. قلب منیت KTG for Gang 4 G4 L